با درود خدمت دوستان گرامی، من فرهاد کاشانی هستم. متاسفانه مثل اردشیر دراز دست، دستم اقل دراز نیست که اینه ببرم اقل و بتونم نگرش دارم. اگه میدید دست میرزه و بالا پایین میشه، فقط به خاطر اینکه دوربین گرفتم به حالت افقی هم گرفتم که برای یوتیوب درست باشه. در نتیجه سنگینیش باعث میشه که دوربینه بلرزه و این هم بمانه. در ویدیو قبلی که گذاشتم، همین امروز هم گذاشتم، راجع به این که به ترامپ رأی میدید نمیدید، سوالی پیش اومد راجع به این کالج الکترال. اینو من 4-5-6 سال قبل یه ویدیو راجبش گذاشته بودم، ولی خب دوستان همیشه نمیرن عقبی ها رو، قبلی ها رو گوش کنن و همیشه ایده هستن که سوال دارن که آقا یعنی چی. اینه که یه بار دیگه توضیح میدم که برای دوستانی که دفعه قبل نشنیدن 5-6 سال پیش هر چقدر که بود، که بدونن که داستان کالج الکترال چی. یه کشوری در نظر بگیرید که 13 ایالت تشکیل شده، اون خطوطی که رو پرچم امریکاست اون 13 تا ایالت اولیه است، میخوان یه سری ایالت کوچیکتر رو هم بیارن تو کار. کوچیکا مقاومت میکنن، میگن آقا شما اینقدر تعداد جمعیتتون زیاده که توی رای گیری که بخوایم بذاریم توی مجلس یا هر جایی، ما اصلا برای ما حساب نمیشه، ما نمیایم. و اینا برای که اونا رو راضی بکنن، مثل هر شراکتی، شما میخوان یه شریک جدید رو بیارید. خب قبلی‌ها که اومدن، ولی جدیدی حاضر نمیشه بیاد، مجبورید یه جوری بالاخره راضیش کنید. چه جوری راضی میکنن؟ میگن آقا درسته که در مجلس نمایندگان تعداد نماینده ها به تعداد جمعیت بستگی داره، ولی ما یه کاری میکنیم، یه چیز دیگه هم درست میکنیم، مجلس قانونگذاری به نام سنا. در اونجا همه ایالت ها قدرتشون مساویه، بنابراین همه فقط دو تا رای دارن، چه ایالت 40 میلیونی باشه چه ایالت 9 میلیونی. خب نتیجه چی میشه؟ حالا اون دوتا میشن سناتور، به تعداد جمعیت هم نماینده انتخاب میکنن، جمع این دوتا میشه کالج الکترال. مثال ایالت کالیفرنیا جمعیتش الان بوده 40 میلیون نفره و بابت این 40 میلیون نفر 52 تا نماینده داره، نماینده هاوس اف ریپرزنتیتیوز، ولی دو تا هم سناتور داره. یه ایالت فسقلی مثل وایومینگ جمعیتش 600 هزار نفره، یعنی اصلا هیچ، بنابراین یه نماینده بیشتر نداره توی مجلس شورای ملی یا هاوس اف ریپرزنتیتیوز، ولی بازم دو تا سناتور داره. پس این چه اتفاقی میفته؟ تعداد کالج الکترال مال ایالت وایومینگ میشه 3، مال کالیفرنیا میشه 52، به علاوه 2 54. خب این یعنی چی؟ بازم آدم فکر کنه خب عدده بزرگی. این یعنی که هر 740 هزار نفر در کالیفرنیا یه رأی دارن، در کالج الکترال در ایالت وایومینگ هر 200 هزار نفر یه رأی دارن. نامردی نیست؟ به نظر من که هست. و این داستان، این ایالت های کوچک اکثرا این روزها، حالا در زمانهای مختلف فرق کرده، بیشترشون ایالت جمهوری خواستن و کلن الان امریکا حدود 50% دموکرات هن، 40% جمهوری خواه، 10% هم مثل من گفتم حزب باد، به موضوع رأی میدن نه به آدم. خب پس چجوری اگه اینطوری باشه که تمام رئیس جمهورها باید دموکرات بشن دیگه، 50% جمعیت دموکراتی. حالا شما بگید دموکرات جنایتکار، هر چی میخوایم بگیم، ولی بالاخره این کشوره و رئیس جمهور هم قراره رئیس جمهور این کشور باشه، رئیس جمهور ما که نیست که. پس چجوری میشه که آقای جورج بوش پدر رئیس جمهور میشه، پسر رئیس جمهور میشه و خیلی های دیگه؟ اگه قرار بود که ریاست جمهوری انقدر منظم و این چیزا باشه، من یک پایه پیدا کردم برای این دوربین که بذارم دستم تکون نخوره. پس دیگه در جمهور جمهوری خواه از کجا پیدا میشه؟ همه باید دموکرات باشن دیگه. این داستان همون کالج الکتراله. اگه در اون شهرهای کوچیک، شهرستانهای کوچیک، ایالتهای کوچیک رئیس جمهوری از حزب جمهوری خواه رأی بیاره، میتونه رأی 50% دموکرات رو بزنه. اینه که الان داستانیست که الان داریم میکنه. از سال 2000 به این طرف 24 سال گذشته، تمام رئیس جمهورهای جمهوری خواه، جورج بوش پسر که دو دوره انتخاب شد،
و آقای دونالد ترامپ هر سهشون در رأی شمارش آرا کلی پایین‌تر بودند ولی در انتخابات پیروز شدند. چرا؟ به خاطر کالج الکترال. کیا اینا رو انتخاب میکنن؟ در ادوات وسط امریکا، یعنی ایالت هایی که مثلا سیلیکون ولی دارن مثل کالیفرنیا، ایالت نیویورک، ایالت ماساچوستس، اینا اونقدر یعنی رأی بیشتر دارن ولی نه اونقدر بیشتر به نسبت جمعیتشون. اینا اجازه دادن که ایالت های کوچیک بیان و با رأی بیشتر و با نامردی تشکیل بشن. تازه تقلمیان تقلب انتخاباتی هم هست. حالا بکنید ترامپ در انتخابات قبلی 10 میلیون رأی کمتر آورده از بایدن و در انتخابات با کلینتون 5 میلیون رأی کمتر از کلینتون آورده، ولی به خاطر این انتخابات کالج الکترال، حالا این ترامپ که میگه که نه من بردم که نبرده، ولی حالا اگرم عددا نزدیک باشه، در حساب شمردن آرا 10 میلیون از بایدن عقب، در زمان کلینتون که برد 5 میلیون از کلینتون عقب‌تر بود. و هر دفعه انتخابات میشه این بحث کالج الکترال پیش میاد که آقا نه این درست نیست و باید عوضش کنیم، ولی عوض کردن اونم داستان داره. مثلا الان مجلس نمایندگان دست جمهوری خواست. شما فکر میکنید که مجلس نمایندگان جمهوری خواه اجازه میده که قانون عوض بکنن که جمهوری خواه این یه ذره قدرتی هم که داره دست بده؟ خودش که میدونه جمعیتش 10% از دموکرات ها کمتره. اگه قرار باشه که رأیش هم دیگه کالج الکترال نباشه، یعنی دیگه مملکت میشه یه حزبی، فقط دموکرات ها انتخاب میشن که به عقیده خوبی هم نیست. حالا میخواد دموکرات عالی باشه میخواد بد باشه، این دو حزبی بودن یه مدار دست هم دیگه رو میکنن، یه مدار یه حزبی باشه آخرش بیان اون روسیه و چین دیگه. یعنی یارو خوب یا بد فقط یه نفره، هر کاری دارش باید میکنه. بنابراین این سیستم کالج الکترال در مورد امریکا کار کرده. حالا مثلا من نوعی بیام بگم نه آقا به نظر من باید همون تعداد آرا شمرده بشه، جواب اینه که تو کی هستی؟ کشور تو مثلا مهد دموکراسیه؟ من میتونم اعلام کنم که ما ایران درست کردیم، حالا اومدیم امریکا رو درست کنیم. خیر، این امریکا سیستمش بالای 250 سال داره کار میکنه. حالا با همین سیستمی که ممکنه بگید کار نمیکنه و درست نیست، داره کار میکنه. ولی اون سیستم پرفکتی که ما میخواییم داشته باشیم که مثلا در ایران جمهوری است که همه به تعداد آرا شمرده میشه، بجاش آرای تقلبی سر از روی جعبه آرا در میاره. بنابراین انقدر هم نمیشه ساده بهش نگاه کرد که این اصلا به درد نمیخوره و باید عوض بشه، برای اینکه داره توی کشوری الان کار میکنه. این مهمه که چیز عملی داره کار میکنه. حالا من دیگه نیومدم تمام 50 تا ایالت رو بهتون بگم که چقدر جمعیتشونه، چقدر چیز. دو تا اکستریم و دو تا حد اکثر بهتون گفتم. کالیفرنیا پر جمعیت ترین ایالت با 40 میلیون 54 کالج الکترال داره که شامل 52 نماینده مجلسش به علاوه دو سناتورشه. این 54 از اینجا میاد. ایالت وایومینگ جمعیتش حتی به اندازه یه نماینده هم نیست، ولی یه نماینده رو به همه میدن. چند تا ایالت هستن که آلاسکا و اینا و اینا که فقط یه نماینده دارن، اونا برای اینکه جمعیتشون زیر 500-600 هزار نفره، ولی به هر حال دو سناتور دارن و سه تا رای الکترال دارن برای جمعیت 500 هزار نفریشون یا 600 هزار نفریشون. کالیفرنیا 54 تا داره، به نظر خیلی زیاد میاد، ولی برای جمعیت 40 میلیونی. پس جمعیت کالیفرنیا در انتخابات کمتر شمرده میشن. حالا یه نکته جالب دیگه هم به این اضافه بکنم. ایالت های امریکا کلن شاید بشه گفت 80% همیشه یا جمهوری خواه رو میدن یا دموکرات. کاندیدای ریاست جمهوری هم اینه میدونن، میگه اصلا ایالت کالیفرنیا اصلا رئیس کاندید جمهوری خواه اصلا اینجا پیداش نمیشه مگه بیاد اینجا پول جمع کنه. آقای ترامپ میدونه که چه بالا بره پایین بره کالیفرنیا بهش رأی نمیده، نه اینکه بخواد دیگه ترامپه. یادتی کالیفرنیا یه ایالت دموکرات، اکثرا دموکرات رأی میده، خیلی به ندرت ممکنه جمهوری خواه رأی بده. تو بعضی فرماندار جمهوری خواه رأی داده مثل آرنولد شوارزنگر، ولی معمولا حتی فرماندارش هم دموکرات معمولا.
بنابراین این نماینده ها کلن سراغ اون ایالتی که میدونن بهشون رأی نخواهد داد نمیرن. اینی که نگاه میکنیم اینی 3-4 تا ایالته که تکلیف ریاست جمهوری امریکا رو اینا روشن میکنن، یعنی از این مملکت 50 ایالتی با 300 میلیون جمعیت یه دفعه میبینی که در انتخابات اکثرا هیچ کاره. یه جمعیت کوچیکی مثلا در فلوریدا و کجا و کجا برای کل امریکا تصمیم میگیره، چون اینا بهشون میگن سوینگ استیت. سوینگ میشه تاپ، البته که تاپ میکنن، ممکنه این وری رای بدن، ممکنه اون وری رای بدن، و چون این احتمال هست که بشه راضیشون کرد که این وری رای بدن یا اون وری رای بدن، جمهوری خواه و دموکرات هم صبح تا شب میرن اونجا تبلیغاتشون رو فقط اونجا میکنن، جای دیگه نمیکنن، چون میگه خب اون جای دیگه ترامپ یا تو اینجا چیکار چی بگه تو کالیفرنیا کسی بهش رای نمیده، یعنی میدن ولی به معنی که بخواد پیروز بشه نیست. بنابراین تمام تمرکزش رو میذاره رو اون ایالت‌های کوچیکی که حتی کالج الکترالشون 3 تا 4 تا 5 تا، فقط به خاطر اینکه اونا میتونه نظرشون عوض بشه، اونایی هستن که اگه یه جوری دیگه رأی بدن نتایج انتخابات یه جوری دیگه خواهد شد. بنابراین اینم باز یکی از این چیزهای به قول خارجی فلسی دموکراسیه که یه عده خیلی کمی تصمیم رو برای کل دارن میگیرن، مثلا برای ایالت کالیفرنیا که این همه سیلیکون ولی داره و این آدمای باهوش داره و اینا، ایالت وایومینگ در کار کابوی بازی و اسواری اینا هستن، اونا باید در اینا تصمیم بگیرن که هیچی. اونایی که سوینگ استیت هستن برای کل کشور اونا رولشون خیلی مهمتر است از ایالت اصلی که از اول معلومه کی میخوان رای بدن. اینم جواب دوستی بود که گفته بودن یه ذره توضیح بدین راجع به موضوع، امیدوارم جواب داده باشم. خوب و خوش باشید.